حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. بازم که پشت در خوابیدی دایی جون. پس توقع داری برم پشت میز رئیس کارخانه بخوابم؟ دربم باید دم در بخوابم و وظیفه در باشه تا بیمزه‌ای مثل تو وقتی دیر میام فوری گزارش بده. حالا این بیمزه بازیه یعنی چی؟ بخاطر اینکه دیر آمدی میخوای گزارش ندم؟ ما دیر نیومدیم دایی جون، ساعت شما یه خورده جلو میره آخ دلیتونم. اتفاقا ساعت بنده کار نمیکنه تا جلو بری. آقا از کجا فهمیدین که دیر اومدی؟ برای اینکه من شما با جنسر میشناسم، میدانم. او قرصگ ماهی داره میاد. یالله یالله بزنیم بچرد بین زنجیر رو بیم شیلی نیز رایی شما رو نبینی. اجازه هست بریم گاز با دیدی بشه. سلام ارز کردم برمان. سلام. اینا چه بودم باشون حرف بزنیم؟ بعدم کارگرایی که دیر اومده بودن راشون دادی تو؟ آو بجن آیه مابم باروای پدر شما اگه تبلکیت دیر آمده باشن اینا یک ساعتم تقریبا زودتر آمدن تو بمیری. من مخصوصا اینا رو دمه در نگه داشتم سر ساعت برم. خیلی خوب، خیلی خوب. سلام از ماماست بردن چای کریم. این چی چیه؟ پول اضافه کاری. پول اضافه کار؟ البته یه خورم کرد کرد. دست شما درد نکن. جو اکم بازم دارن بهش پاداشو اضافه کار میدن. خب زنش مشکله باز پاداش بگیره دیگه. شیطونه میگه برم چلو همچین بزنم تو دهانش که دو علی گلابی نه یا من بمیرم. حالا ببین. میبینی؟ میبینی. بله زری خانم، بفرمایید تو دفتر باهاتون کار خیلی فوری دارن. نه جانا تو اینی نیست، خیال بد نکن. سلام. سلام جانا، بعدم به زنگ میزنم قربون تو. چرا اونجا بایستدی؟ بیا بگی بشین. بشین جانا، بشین دیگه. متشکرم. همینجا خوبه جمشید خان، خیلی ممنونم. دلم میخواد به من بگی جیمی. دلم میخواد یه خورده با من خودمونی تر باشی جونه.
اختیار دارین جمشید خان. این حرفا چیه؟ شما معاون کارخونه این، ما کجا شما کجا؟ حرفا چیه؟ بیا جونم، بیا دهنتو شیرین کن، میخوام یه مژده بزرگی بهت بدم. مژده؟ آره، حالا بیا دهنتو شیرین کن. نه مرسی جون من، جون بچت بخور، مرگ شوهرت بخور، بخور جان من. باشه بیشتر مرسی. نه والا دیگه نمیخورم. خیلی خوب، بنا به توصیه من جریان مسافرت شوهرت به آلمانو هیئت مدیره تصویب کرد. تاریخش هم معلوم شده. راست میگی؟ کی؟ اول شهریور، 15 روز دیگه. اما باید قول بدی که بین خودمون دو نفر بمونه. فعلا هم به شوهرت هیچی نگو. ما اینی بله بیمزه. بازاری چیکار داشتی که وقتی از پیش تو برگشت انقدر خوشحال بود؟ راجع به کار علی، شوهرش بود. چرا به خود علی نگفتی؟ ای خودی ناراحت نشو، چیزی نیست. من تو رو میشناسم، الان چند وقتی که چشمای هیزت دنبال زریه. تا هم که چشات دنبال علیه، ولی هیچ کس نمیتونه جای تو رو پیش من بگیره. راستی با هوشی قرار گذاشتیم فردا شب دست جمعی بریم کاباره. یه دسته رقاص کره ای اومدن که خیلی از برنامه‌شون تعریف میکنن. فردا شب؟ آره. ولم کنه ببینم این جوجه خیلی گرد و خاک میکنه. ولم کنه. خب اینو تنهایی گفتی یا کسی بهت کمک کرد؟ ولم کنه اینو بذاریم ببینم چی میگه. این بچه‌ها بیان ببینم چی میگه. ولم کنه. ولش کنی. چی میگی؟ چی میگی؟ تو چی میگی؟ گفتم چی میگی؟ بچه پررو از جونم چی میگی؟ اینجا چه خبره؟ آقا معاون، این علی بی خودی بهانه گرفته ما رو میزنه. آقا معاون به خدا دروغ میگه. باز کارخونه رو به هم میریزی. کارخونه که جای این حرفا نیست. اختلاف خودتون رو ببرین بیرون حل کنین، فهمیدین؟ وگرنه هر جفتتون رو بیرون میکنم. خب حالا برید پی کارتون. یالا زودتر. اینجا رو خلوت کنین. شما میدم. تقصیر علی نبود، اون شروع کرد. علی جون طوری که نشد. بابا طوری نشد. بابا بابا برام کن دیگه. علی آقا. علی آقا ناراحت نشین، شما هم بی خودی زود عصبانی میشین از کوره در میرین. چیزی نیست، بی بریم سر سرویس غذا بخوریم. بی بیا جلو آقایی، بیا عجله کن، بردار بریم سر میز بشین. بیا جلو آقایی، بیا جلو آقایی، بیا جلو آقایی، اب خوردن بیا، اب خوردن. چشم همه رو از کاسه در میاد. پرسته باید خیلی مواظب شوهرت میشین. اونجا رو ببینی نگفتم. سلام علیکم شاکرم. باشه برو هیکلته. جون تو اگه گذاشته بودی دقشو میابردم. میگم علی جون امروز نهار خیلی میچسبه. بازم یک کرکی بود میکنم به پراپاشو حسابی چشم میچسبه. برو کنار، این تازگی ها خیلی روش زیاد شده. من میخوام برم ببینم چی اینقدر بهش میچسبه. چی شدی؟ اوقاتی چرا تلخی؟ تو که دخل محمد باقی رو آوردی. حالا وقت شوخی کردن نیست. شوخی نمی کنم. تازه فهمیدم که چشمر پهله بونی دارم. چقدر تو باهوشی زری خانم، چشمت نزدی. اوهای موازه به خودت باشا. ببینم تو به چه حقی میری به اتاق جمشید ها؟ تو چطور حق داری با اون شوخی بکنی؟ من و تو خیلی با هم دیگه فرق داریم، میفهمی؟ هیچ فرقی نداریم با هم، فهمیدی؟ نمیدونه چقدر دوست دارم عزیزم. میمیرم برات. انقدر دلم واسه لنگ شده که نگو. خلاصه کشته مردت. بنده قربان؟ آره. تنها عشق من تو هستی عزیزم. ای امان. و قربان با این سین و سل با من مرد و پلا نگو مردی که با تلفنم. آخه قربان شما با تلفن عشق بازی میگردیم، من خیال کردم با منی. خفشو جنی شما، حال شما خوب قربان؟ چرا حواستو جمع نمی کنی؟ اختیار داری قربان، چاکر حواستش جمع جمع. مثل شما نه عاشقم، نه بدهکارم، نه بیپول، یک سرگردنم، از همه بالاترم قربان. داری زیاد حرف بسری قربان. شما آدم زاله ترک میکنی قربان. شما برم الهی میفرمایید لال بشم حرف نزنم؟ چشم بفرما. از امروز جلوی در کارخونه باید تمام کارگرا رو بگردی. فهمیدی؟ فهمیدی؟ چرا لال شدی؟ او قربان من چه خاکی با سر من بریزم؟ آخه با کدام ساز شما بارخزم؟ من میگم حرف بزنم میگی لال شو، لال میشم میگی چرا حرف میزنی؟
چش قربان بندی میگردم ولی کار خوبی نیستم. من بگویم با شما همین چه گفتم. برو سر کارت. یعنی میفرمایید بنده همه رو بگردم؟ بله. چش قربان از بالا تا پایین همه رو بگردم دیگه. بله. چش قربان من میگردم بگردم. بله بله. چش بگردم قربان فرمودید. بله بگردم دیگه. چش میگردم. حالا راستی راستی برو بیرون بده. چرا میزنی؟ حالا واقعی اینطوری بیسم شده بودم. خانم مدیر عامل بده. چیز میزی قایم نکرده باشی ما تلفنم. بالاخره مچت گرفتم دوزم گرفتم باوره. نفهمیدم اینگه تسبیه چقدر شبیه خود منه. مردی خود دوزر شام مقصود دیدی؟ شام مقصود عالیه. اینتم بیمیره. تو بیمیری کلک بزنی پولیشی نمیدم. نه بابا کلک شو ببینم. میگم که عجب شامخصودیه. ده تو اینو چند خریدی؟ قیمت شامخصودی که اصل دیگه. آره تو ببینی چند بدم؟ هرچی دارت میخوا چند بدم؟ هرچی عشقت بده. هرچی عشقت که داری تعارف کجا داری میری؟ من که جایی ندارم. بابا جایی ندارم. وایسه یک عجمه. وایسه میخوام بازرسی بکنم. چند بدم؟ شامخصود اصل بی خود شک نکن. میدنم آخه ببینم 20 تومن بدم چطور. بابا این حرفا چه تعارف میکنی؟ ما شو با شما از این حرفا نداریم. هر چی داری خدا برکت بده. برم اما مش که الان پول ندارم. آ اختیار داری باشه باشه هر وقت داشته بده قربان تو. خدا حافظ. برو فعلا بازرسی نمیکنم تا بعدن. اما عجب تسبیه عجب مفت خریدم با مرگ خودم. خیلی هم شبیه شام مقصود خود منه چون من یه دنه درم اینه این میشه. ای نامرده تو این گیرودار کلاهی من از چی تسبیح من از در ای وایسه ببینم گیردیس وایسه وایسه تسبیح من از در نامرده میگم نگردم باشه باشه باری اما این روزیت ولی از بردم پدر در در میرم بوسه در میکنم باری دیده تو آبروی منو تو کارخونه بردی. مگه من چی کار کردم که آبرو تو بردم؟ دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ یواشتر الان بچه بیدار میشه. بچه بیدار میشه. وایسه ببینم تو چطور حق داری با اون زنی که این درشتی سر میز نهار خوری؟ اون خیلی فرق داره چون نباید دم به صد بری تو اتاق این مرد چون خلوت کنی. اون روز که گفتم لازم نیست تو کار بکنی حالا دارم نتیجهش میبینم. ده اگه من کار نکنم بیا تو بریشون چی کار داری بکاری زنش تو آبروی منو پیش همه کارگرا بردی. دائم پشت سرت دریوری میگن. من خوشم نمیاد زنم به اون پسر شوخی کنه و بخنده. میفهمی یا نه؟ من کی خندیدم؟ وقتی از اتاق جمشید میومدی بیرون از خوشحالی رو پات بند نبودی. چی بهت گفته بود؟ چی بهت گفته بود تو اونطور خوشحال شنگول بودی ها؟ خیال کردی من احمق و کورم؟ شوهرم احمق که نیست هیچی. خیلی هم عاقله. چند وقت دیگه هم مهندس میشه. منم خیلی دوستش دارم. با این حرفات سر منو شیره نمال. بگو ببینم جمشید چی کارت داشت. یه خبر مهمی بهم داده ولی ازم قول گرفته که به کسی نگم. تو چه حقی داری که به جمشید قول بدی؟ خیلی خوب بهت میگم عزیزم. اصلا گور پدر جمشیدم کرده. الان بهت میگم جمشید که چجوری بگم آخه؟ جمشید میگفت تا 15 روز دیگه تو میری آلمان و مسافرت درست شده. چی گفتی؟ گفتم تا 15 روز دیگه میری آلمان دوره تخصصی بگیری. آره جمشید چه مشکل بزرگی داره. تمام آرزوام من نمیفهمم این زن شوهر اینا چه مرضی دارن مثل سگ گربه با هم دیگه میپرن خودم میدن. سلام دایی جون. سلام. سلام دایی. سلام بفرما. بفرما این ببینم. بفرما. یه شما زن شوهر که همینجوری دارین میگین میخندین مگه چه ایبه که بعضی وقتا سر صدایی میکنین که صدای تا هفت در محلی اون بار میره. آقا من نمیفهمم. میدونی جا جون این زری خوشش میاد سر به سر من بذارم. آخه چرا؟ من نمیفهمم علتش. شما چه مرضی دارین آقا با من بگوین ببینم. خب زری جون دعوا مرافعتون سر چی بود؟ هیچی.
راستی علی 15 روز دیگه میره آلمان. مبارک. بله. هیئت مدیره کارخونه تصویب کردن که علی و یه نفر دیگه برن دوره تخصصی ببینن. بنده سفارشیشو با آقای رئیس کردم تا کارش درست شد. اگه درست بگو غلط بگم. بگو ده پدر شد. بگو ده جوام. ده جوام این سفارش شونه واسه کارمان درست نمیشم. اما یه چیزی هم بگویم، از اون باغره با جنس سگ ماهی حذر بکن. چشم دیدن تو این زنانه ایطور نداره. و سلام. غلط کرده؟ علی هم دوره هنرستان دیده، هم زبون بلده. بله، بندم توی اون هنرستان فرانسه درس میدادم، معلم اینا بودم. ولی از شوخی گذشته نمیدونم تکلیف زری و بچه‌م چی میشه دایی. پس ما اینجا چی کاریم آخه؟ با چیگی با ملوک اوختون نگه میداره، زریه مثل همیشه میری سر کارش دی بابا جان. نه من دیگه نمیرم کارخونه. نمیری که؟ برای چی؟ جریان چیه؟ دلیلش؟ خب دیگه علی خوشش نمیاد، خیالش ناراحته. منم همه دنیا رو برای علی میخوام. آره اگه زری نره کار بکنه خیال من خیلی راحت تره دایی جون. خیلی خوب عزیز دلم، تو نگران نباش، من فردا صبح میرم پلو جمشید خان، استعفامو میدم، خیال خودت و خودم رو راحت میکنم. مرگ تو به مرگ مامانم ها لنگش نیست، خودم بخواستم بپوشم ولی اندازم نبود، به شما چه میاد، خیلی نازه. بله خب حالا ببینم این قیمتش چنده. به جون مامانم 600 تومن. مرگ تو، وای چقدر گرونه. زری خانم سلام، چطور از این طرف ها؟ کاری داشتین؟ سلام جمشید خان، مرسی خدافیز. بابا کجا داره میره؟ چه تا منو میبینین فرار میکنه؟ مگه من شاخ؟ شاخه تو برم الهی، من شاخ. خب زری خانم چیزی میخواستیم بخریم؟ والا از این پیرنه خوشم اومده بود، شبیه پیرنه هما خانومه، ولی خب خیلی گرونه. اتفاقا ارزونه. اوشی پیرنه به پیش بده بخوام. چشم، قربون سیبیلتم میرم. زری خانم این هدیه کوچیکو از من قبول کن. ولی آخه جمشید خانم مناسبتی نداره. پیچیدم، مبارکتون باشه جونی، ولی پول ندینا. نه متشکرم، من خیلی خور میشم آخه. من دلم میخواد اینو به تو هدیه بدم، مال همارم من واسش خریدم. نه جمشید خان من نمیخوام، متشکرم. هنوز تو از سود ویژه طلبکاری، من باید حساب میکنم، بیا بگیرش. خیلی خوب، پس اگه حساب میکنین حرفی ندارم. بگیر. متشکرم. بای بای، خداحافظ. خیلی خوب پیش رفتی بلا، کارش تمومه. نازتو برم الهی جون، فداتیم. اون از فولادم محکم تره. من فولاد میخوام، ولی من نرمش میکنم. این بچه رو بالا پایین ننداز، بد عادت میشه. این مدت که میرم مسافرت دلم واسش تنگ میشه. بذار باشه خود بازی کنم، ماچش کنم. گلی بگلی. پس من چی؟ نوبت من کی میشه؟ نوبت تو هم میرسه. آفرین پسرم. لالا کن اینجا شبه بود. یه وقت خوابت نبره علی. امشب شام مهمون داییت هستیم، ما مگه نشنیدی که صدا میزد؟ پاشو تنبل جون، پاشو دست رو تو بشور، پاشو میخواییم بریم یه شام حسابی بخوریم. ضمناً من دوتا آبجو هم خریدم. تو که این کارا نمیکردی چطور شد؟ خب دیگه شبای آخره، باید حسابی خوش باشیم. اونو تو زن خوشگلم برم. علی من تا زنده هستم عاشق تو هم،
اگه بدونی چقدر خوشحالم که تو میخوای بری فرنگ و یه مهندس بشی و برگردی. منم اون وقت همه جا افاده، شوهرم مهندسه. چی میگی بابا دلت خوشه؟ آدم با 6 ماه یه سال که مهندس نمیشه. تو میشی، تو هر چی که بخوای به دست میاری. زری میدونی بزرگترین آرزوم چیه؟ نه. اینه که شماها رو خوشبخت بکنم و هر چی تو پسرم میخواین واسه تو فراهم کنم. راستی؟ آره. راستی ببینم فکر کردی روز جمعه چی کار میکنی؟ اوه حالا تو جمعه خیلی وقت داری. دو روز دیگه جمعه هست، تو هم که به هر کسی دعوتش کردی. تو خیالت راحت باشه، من و ملوک همه ی کارا رو جور میکنیم. علی جون خیلی دوستت دارم. اینا کارگرای خودمون هستن. قربون همشون برم. به اصطلاح خودشون گود بای پارتی را انداختن. جون من میمیرم واسه پارتی. بریم یه سری بهشون بزنیم. من که نمیام، کفشم خراب میشه. گم شو بلا. باشو بریم، خوب نیست بعد زود باشی. حالا مثلا نکن. یه پایین. خیلی گم شو. بح بح چه کبابی، چه کبابی. هیف 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 زغاله بی سب شده همش تقلبیه. این دیمه اوه آی گرما مردم. سلام بچه ها. سلام بچه ها. سلام آقای سگماهی. سلام آقای ماوین بفرمین. من مزاحم نمیشم. من شما اینجا میخواستم یه احوالی ازتون بپرسم. خواهش میکنم بفرمایید. صدا میکنم بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید یه مسافرت عالی. دهنتون شیرین کنین. خواهش میکنم. بفرمایید دهنتون شیرین کنین دیگه. قربونه شما علی جون، انشالله به خوش بگذاریم. مرسی. بفرمایی خواهش میکنم. ببینم توپل اینجا گود بای پارتیه. چیشیه؟ چمچه یه سیخ کباب میخوام. تو چقدر نازی گلو پیازی. دوسته تو ورده چرا با آدم وار میره اینجوری اینجوریه. ببینم تو هم اونجوری از یه این کله میگم که بیا برای با هم قدم بزن. بارا پکارت میخوام که بابا ده مردم تاکی سرم همه را فوز بارا یه روزم بیر اینجا نکو ببینم بابا بلا بگیر بیا بریم بابا بریم. خب خدافز همینجی خوش باشیم بچه. خدافز قدم بلای جاده هم بریم نایمده رفت بدبختی گرفتار شدی به آدم ور میرن. گل پیازی پوست پیازی این چیزی خاجم چی خیلی ممنون شده. الان کباب میرسه با این کباب میرسه. ما خجالت دیدیم که تشریف آوردی. آقا خوردن رو میبر. دستی پیران اندازتی یا نه؟ بله خیلی ممنونم. به امویی دیار زدی. خدا حافظ. خدا حافظ. او کوس مازل میریم. دوستان و همکاران عزیز من، همه تون میدونین که منم مثل شماها یک کارگر ساده بودم و با دست خالی شروع به کار و فعالیت کردم تا امروز تونستم یک کارخونه به این بزرگی به وجود بیارم و خوشحالم که امروز دو نفر از دوستان شما از طرف کارخونه انتخاب شدن تا برای یک دوره 6 ماهه به آلمان برن و با طرز دستگاه‌های جدیدی که خریدیم آشنا بشن. این فرصتیه که در موقع خودش این کارخونه به همه شماها خواهد داد. انتخاب این دو نفر دوست شما در حقیقت بیشتر به این علت بوده که هم دوره تخصصی هنرستان رو دیدن و هم تا حدودی به زبان آلمانی آشنایی دارن. بسیار خوب، خواهش میکنم بفرمایید. بسیار خوب، برو یه قد دیگه یکی دیگه ها. خدایا با امیده تو. بیا بابا جان، بیا تونتر حالا زیارتم بکن. قرآن نگهدار همه باشی انشاءالله. خدای جون دیگه سفارش نمی کنم. جون تو، جون زریا خیال تو راحت باشه. تمن دری غصه نداشته باش فقط. دست علی به خدا خدا لکه بکن چند تماش میکنم. مامی جون یه بوس به بابا نمیده. قربونت برم. برای آقا سر خوشگلم به علی جان. دست سپرده راحت راحت روش خانم. دست شما علی عزیز غربی. خدا حافظ بابا کلکم. خدا حافظ. برای بریم کارخانه دیر شد جان من. دل سنگینیه این. این دلم باید بزنم باید بخیر. بریم بلدی بر زمین بمینیش بابا دیگه. تو رب رو من سوار میشه. بریم رب رو من سوار میشه. بابا خدا حافظ. نگه دیگه خدا سپردمت علی.
خدا پشت و پناهت باشه. خوبه خوبه، تا چشم به هم بذاری برگشته. بیا حاضر شو بریم خونه فخر خانم اینا. هم کامی با بچه ها بازی میکنه، هم تو سرت گرم میشه. نمونه چون حوصله شو ندارم. بابا این که دستی نداره. بریم دیگه، اینجا نمیدونی تنهایی. نه نه نمیام. گفتم که اصرار نکن، تو کامی برین، منم اگه حوصله داشتم میام. خیلی خوب، هر طور میلت. پس من با کامی میرم، تو بعدا میام. باش تو برو. خوب پس خداحافظ. به سلامت. جمشید خان شمایی؟ علی و دایی همین الان رفتن کارخونه. راستش یه کادوی کوچیکی برای علی آقا آورده بودم. خیلی ممنون، راضی به زحمت شما نبود. خواهش میکنم، ناقابله. ولی آخه حالا که اون رفته؟ بله، مثل که دیر رسیدم. شما از طرف شوهرتون قبول کنید. باشه جمشید خان، خیلی ممنون. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. چقدر تشنمه، ممکنه یک لیوان آب بهم بدید؟ ای وای، ببخشید، من اصلا یادم نبود تعارفتون کنم. خیلی معذرت میخوام، بفرمایید. خواهش میکنم. ممکنه مزاحمتون بشم؟ کسی خونه نیست؟ نه خیر، اختیار دارین، منزل خودتونه. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. با اجازه. چه جمشید خان امروز پیداش نی؟ آخه با من گفت یه قد دیرتر میاد، هواپیما تاخیر داره. خب طرف خراب بده. با من این؟ با شما؟ باز طرف پیدا شد. علی آقا شما اینجا این؟ بله آخه هواپیما تاخیر داره. آخه ماشین جمشید خان در خونهتون بود، فکر کردم جمشید خان قرار بود الان اینجا باشه. که ماشینش در خونه ما چیکار میکنه؟ برو از خودش بگو. همین الان برپره جادو ویلی میکنه. ببینم ریش زنان درست جواب ده با علی چی گفتی ها؟ چی مرگ تو؟ مرگ خودت، مثل اینکه خاک شیرنبات حلق من کرده. میگم تو با علی چی گفتی؟ ری علی بایی چی؟ الان میگه آبا عزیز دلش کن، بسه بره خونه بزن و بچه ای سر بزنه. چی؟ بیرون نذاشتم تو با این پسره بیشرف بی همشی تو خونه من جلو در همسایه گرم گرفتی و رفتی تو بغلش. علی منو بودم اینجا تو رو ببین. میخوام 70 سالت منو نبینی. توف به اون روز بیاد نامرد پس بده. بیشرف بی همشی میکشونه. زنده ی عاشق منی. علی به خدا بد فهمیدی، من دوست دارم. من کن تو چه صفت هرزه. خدا اشتباه کردی، من به تو خیانت نکردم. علی صبر کن، نرو. خدایا چی کار کنم؟ خدایا من مرد شدم. علی توف نگه لبوس دی نیست، نبودش کردی ها؟ ری ما بده اونو کشته باشی. نه زرین نذاشت. حالا میخوای چی کار بکنی؟ میخوام این بیلیت و پولا رو پرت کنم جلو رئیس که اون جمشید بیشرف آورده تو این کارخونه که زنهای مردم را بدر کنم. بلم کن دایی، بلم کن دیگه. من دارم با تو حرف میزنم. عجب آدمی ها. بل کن دایی دستم و بلم کن. ولی اون روی منو بالا میدونم چی میشه. علی بچه نشو، بهتره یه قدر فکر کنی. به خاطر آینده کامی هم که شده نباید شانسی مسافرت از دست بدی. این فرصت دیگه پیش به پا میکنم. من هر طور شده اون بیشرفه بی ناموسا میکشمش. دایش چی را میکشی؟ مگه شهر هرت بدبختی بیچاره؟ علی آقا بیا بریم، الان هواپیما پرواز میکنه. الان میاد، یه بار صبر بکن. علی جان عاقل باش، عجله کن به هواپیما برسی. من خودم ترتیب همه کارا رو میدم. عجله کن دایی قربان تو، برای مسافرت برای تو لازمه، تو باید بری. به خاطر آینده بچه‌ام که شده باید این کارو بکنی. برو به امید خدا، قربان تو. برو، خودت ناراحت نکن بس. دایی جون تو جون کامی، خیال تو راحت باشه، من ترتیب همه کارا رو میدم. برای تو نامه می‌نویسم، تصدی به تو برم، روز جریان کار می‌ذارم، به امید خدا همه کارا درست بشه. برو بابا، برو فدای تو بشم. برو تصدی به، برو دنبال شهر نگرد، قربان تو برم. دایی پسرمو دست تو سپردم، ازش خوب مواظبت کن. خیالت راحت باشه دایی، همه ما دست خدا بسپار. برو برو، خیالت راحت باشه. خدا حافظ. زرین،
این چرا اینجوری شده؟ من نمیدونم علی کتکش زد، چاقو رو میز بود رفت و شکمش مرد. علی این کاری کرده؟ وای خدای من، علی خودش بدبختی بیچاره که. نه دایی جون، اونو نباید دستگیر بکنن، همش تقصیر من بوده. چی داره میگه دختر؟ تو الان میگی علی با این نرغول دعوا شده، چاقوی رو میزم رفته توی شکمش مرده، الان میگه تقصیر منه؟ دایی چی میگه؟ یه وقت این حرفا گذشته، یه کاری بکن به علی صدمه نرسه، اون گرفتار نشه. من میگم من اون رو کشتم، بذار منو دستگیر کنن. ولی قسم بخور که اسم علی رو نیاری، بذار اون راحت زندگی کنه، بذار به آرزوهاش برسه و خوشبخت بشه. قول بده دایی جون، قول بده. خیلی خوب، فعلا بده من برم پلیس کسی رو خبر کنم بیاد زود. دایی هرچی بشه تقصیر منه، فقط تو قسم بخور که نگی کار علی. خب بابا جان، بده برم کسی رو بیاد جنازه رو ببره. دایی من قسم بخوری تا بذارم بری. خیلی خوب بابا، فعلا کن بده من برم. دایی جون به من قول بده، دایی تو رو خدا به من قول بده. خیلی قول میدم، قول. چشم، تو فقط به چیزی دست نزن، تمام برگردم به هیچی دست نزن. خونسر، همه چی درست میشه، فقط یادت باشه به چیزی دست نزنی، تمام زود برگردم. الان آمد. ولی همش تقصیر جمشید خان بود. اما من خبرهای دستم. چه خبرهایی؟ تا جایی که من خبر دارم، زنی جمشید به دام انداخته بود و مرتباً تیرش میزد. یادتون هست زنی رو مرتب به دفترش احضار میکرد؟ حالا تکلیف علی چی میشه؟ فعلا که حقمون پامال شده و اون رفته آلمان. بیچاره جمشید چه مرد خوبی بود. چشمش کور، میخواست دنبال زن مردم نره. درسته که زنی هم دلش میخواست، ولی مرد باید جلوی خود چه نیگر داره. شنیدم پدر جمشید وکیل خوبی گرفته تا دما رو از روزگار زری در بیاره. همین روزا دادگاهشه. حالا زری کجاست؟ توقیفش کرده. همه چیز راجع به قتل جمشید اقرار کرده. کارش دیگه تمومه. اس زری، شهرت محمدی، اسم پدر مرحوم روح الله، شماره شناسنامه 2938، تاریخ تولد 1330، متأهل یا مجرد؟ متأهل. شماره شما 9-2824، مدت محکومیت طبق رأی دادگاه 8 ساله که از تاریخ دستگیری شما محسوب میشه. پول نقد ندارم. طلا چقدر داری؟ هیچ. گوشواره، انگشتری، چیزی نداری؟ فقط اینو دارم. اینجا همه باید متحد و شک باشن. لباسات عوض میکنی و این روپوشو میپوشی. جیره غذایی از فردا به تحویل داده میشه. بچه مهمونی تو از رسیده، تحویل بگیره. بفرستش تو، بابا دلمون ترکید. خیلی وقت به ایمونی نداری. خیلی خواه، برو تو. عجب تیکه یه، خیلی خوشگله. باش اومدی جونم، بیا بشین اینجا. تا که انو نایمده یا پوره میگیری؟ وای به حال وقتی که بخوای چهتری اینجا بمونی. دنیا رو که ازت نگرفتن جونم. بخند تا زندون بروت بخنده، بخنده. چند سال بخواد باریدن خوشگله؟ 8 سال. بینه هم دوستی کردی؟ خفه خون بگه بینی؟ چرا آوردنت اینجا؟ چند تا آدم کشتی؟ نه بابا، قیافش نمیاد آدم کشته باشه. بابا بذاری عرقش خوش بشه، بعد سوال پیچش کنی، خودش که عادت میکنه. بابا که داری گریه میکنی؟ گریه نکن بابا. پس اگه مثل من 65 سال سک باریده بودن چی کار میکردی؟ گریه نکن، قربونت برم من. 8 سال که چیزی چشم هم بذاری تمام شده رفته.
سر سفره. زری سنگ غذا نمیخوری با؟ نه اشتها ندارم زخیش. باشه بیا بیا. ای بابا تو تو این شیش اپمه یه غذای درست حسابی نخوردی؟ با دنیا که به آخر نرسیده بالاخره یه طوری میشه. مگر نه شمسی کنی؟ آره بینم زنی خوشگله. تو کسی کاری نداری بیاد ملاقاتی؟ میخواد چی کار؟ تو این مدت هیچ ملاقاتی نداشتی؟ بهتر عوضش فکر خیالش کمتره. تو که داشتی کجاری گرفتی؟ حق باشه بیا اون فلفله بدونی؟ نمیدونم تو این مدت چی به سر پسرم اومده. فکرم براش خیلی ناراحته. زریه محمدی، زریه محمدی. بله سرکار. ملاقاتی داری، پاشو بیا. زری جان. سلام آقا جان. امید چطوره؟ حالش خوبه؟ سراغ منو نمیگیره؟ اوائل یه کمی بی‌تابی میکرد، منم میدنستم. ولی خب حالا باباش آمده دی نه. مگه علی برگشته؟ بله آمده از اروپا، ماشاءالله وزنش خوبه، معاون شده دیگه، زندگیشم روز بروز بهترش کنه. حسین مدر رجی به اون جریان اطلاع زری جان، میخواستم بگویم که من واقعا بی تقصیرم. من هیچ گناهی نداشتم، تو منو باید ببخش. من فقط خوشبختی علی و پسرم راستی از ملکشون چه خبر؟ ملوک والا یه چند مدتی حالش دی خیلی بده. مرتب کارمان شده این بیمارستان اون بیمارستان، داره نداره منو فروختن. ایشالله حالش خوب بشه، نگران نباشین عزیز آقا. بهش خیلی سلام برسونیم. ببینین عزیز آقا جون، من خودم دیدم که تو بغل اون پسره بود. زندون من نشونش بدم که یه مادر خیانتکار قاتل داره؟ آره نه، تو داری اشتباه میکنی. من تا زنده هستم محال حتی اسم اونو بیارم. نه نه دایی، اون غیر ممکنه. پس من بشنو علی جان، تو ماشاءالله الان وضعت خوب شده، تو باید به اون بدبخت بیچاره کمک بکنی. آخه من چجوری تو رو حالی بکنم؟ چجوری حالی بکنم اون بدبخت بیگناهه؟ چجوری بگویم؟ مرتب همینو تکرار میکنی، چطوری حالی کنم؟ چطوری حالی کنم؟ والا علی جان اون زن گناهی نداره. باشه تو داری روی من زمین میندازی ها؟ خب تو به ما احتیاجی نداری. باش باش علی جان، منم از امروز دیگه از اینجا میرم، نه تو نه من. ولی اینه بدن من میدانم و خدای من که اون زن گناهی نداره. خب خانوما بابا چند بخشه؟ حال ما بگیم. ما بگیم. زری محمدی ملاقاتی داری بیا. زری خانم نیامده سرکار جان. زری کیه؟ میاد زندانیه دی قربان کشی. کجا؟ سلام زری جان، حالت چطوره؟ حالش چطوره؟ خوب هستی؟ الحمدلله. الحمدلله خدا رو شکر. خدا رو سزار. اونا چطوره؟ خوبن، همه زیر سایه مولا علی، زندگی راحتی دارن. ما هم خوبیم، ده زندگی میکنیم. امید از علی چه خبر؟ کامی دلتنگی نمیکنه؟ والا کامی نه خیر، علی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه همه کاره کارخانه شده، وضع خیلی خوبی پیدا کرده دیگه. الان ماشاءالله با بزرگان سر کار داره. یه خانم تازه گرفته. حالا که خونه گرفته خب لابد زنم میگیره دیگه. والا نه، اون دیگه از زن بیزار است. کی از کامی عزیزم پرستاری و مواظبت میکنه؟ خودش. این وسط فقط ملوک بیچاره. ملوک چی؟ مگه طوری شده؟ زری جان، ملوک من مرد. مرد دایی؟ من؟ وای دو ماه آزگار، دو ماه تمام توی این مریض خانه خوابندم. وای داره نداره منو فروختن، دادم. عاقبتشم به رحمت خدا رو. خدا بیامرزتش، چه زن خوب و مهربونی بود. خب حالا شما تنهایی خیال دارین چی کار کنی؟ والا فعلا که هیچی، از کارخانم استیفا دادم رفتم. استیفا؟ برای چی؟ خب داستانش مفصل دخترم. فعلا همینجوری برای خودم میگردم ببینم تا به امید خدا یه کاری پیدا بکنم. انشالله اینجوری میشه. خب از این حرفا بگذاریم، تو حالت چطوره؟ خوب هستی؟ والا من معلم کلاس اکابر زنهای زندون شدم. Thank you.
کنیم بچه دیگه از این بیرون دعا کنیم. سرکار با سری کو رفته دفتر. رفته دفتر چیکار کنه بچه؟ رفته دفتر زندون، مثل اینکه میخوان آزادش کنه. چقدر حرف دست بازم بیرم زنی مرده. قرار بزن بخوره. چیکره بخوره چیکره ندید بدی نکنه خودت دست بازم بیرم بخوره دست بازم بیرم بخوره دست بازم بیرم عیدتون مبارک باشه. مشته بدید بچه ها، مشته. من فردا آزاد میشم. من بلد نیستم آخه چجوری برستم؟ خدا نمیتونم. خدا که اصرار میتونی باید فخری جون. چی شده؟ مگه اتفاقی افتاده؟ نه با پریقاتی شده. چی با پری چکمه این؟ زندونیشو من میکشم کیفشو اون میکنه. بابا ای والا اگه پام برسه بیرون میدونم چه بلایی سرش بیارم. تقصیر خودت خواهر، میخواستی جرمشو گردن نگیری، من که بهت گفتم. بفرمایین اسمت خانم، شیرینی میل کنیم. عیدتون مبارک. ببینم فخری تازه وارده. نه بابا، 5 ساله با ماست. دختر خوبیه، تو نمیدی همه ما رو با سواد کرده. تو نمیدی خیلی خوش اخلاقه. فردا سلام قرار مرخص بشه. سلام زری جان من،
ببینم تو از زندان آزاد شدی یا من توی زندانم. تو زندو به تو برم کی آزاد شدی؟ عفو بهم خورد آقا. خدا رو شکر، خدا رو زدی زرمت. بریم تو ببینم، بریم تو منزل خودت. تو مرگ من عزیزم نگو، مرگ من بیا برو، عصبانیم نگو با خدا. مسی از گله ما بریده. بیا تو دخترم، بیا ببینم. خیلی خوشحال شدم که آزاد شدی زری جان. کاش که خبر میدادی اقلا میامدم دم زندان پیشواز تو. بیا تو بابا، تعرف نکن تو رو به خدا. بیا اینجا خانه خودت قربان. نمیدونی من چقدر اون غم میبینی. زندگی ما چقدر دولاقی شده بعد از اون خدا بیامرز. یه تیک آب و گوشت میذاریم و همینجا میکپیم. چه بکنیم؟ بیا گرد و کثافت نگاه کنی، تمام خانه ما رو گرفته. چقدر جای ملوک خالی. اون بیچاره جوون مرگ شد، اما من با این همه گرفتاری و بدبختی هنوز زندم. نیبی نداره، ناراحت نشودی قربان تو برم. خدا هرچی خواست مشیتون باشد همون میشیده قربان. بیا بینیشی ببینم. خدا رو شکر خوشحالم که دوباره آمدی تو این خانه. ما گیر اخور شدیم رب بگارش. نمایشگاه بطری خالی درست کردیم. شدیم بطری بازده. خیلی مشروب میخوری دایی جون؟ نه زیاد. ای گاگوداری هم تو بفهمی نفهمی یه لبکی تر میکنیم. خب یه بینیشیم ببینم. بیا میخوام یه سماور برای تو روشن بکنم، یه چای داغ بدم تو بخوری. خب تعریف کن ببینم که تو آزاد شدی تو عزیز دل. چی دارم بگم؟ گفتم که عفو بهم خورد، مرخصم کرد. بازم شانس آوردی. ای بابا چه شانسی. ای کاش مرده بودم. شوهر و بچه‌ام که از دستم رفت، خودم هم که ویلون و سرگردون شدم. چرا ویلان و سرگردان دختر جان؟ تو بزرگترین فداکاری رو برای شوهر تو کردی. اون باید تو رو بیزاره بالای سرش و سرش تو رو جا بده. دایی مگه قرار نبود حرفشم نزنی؟ باز گفتی. چشم، این قولی که من به تو دادم برای من یه عقده شده. برای همینه که به این روز افتادم. آخ دایی جون، تو چه آدم خوبی هستی. من خیلی آدم بدی هستم. اگر یه کلام دهن باز میکردم تو اینجوری گرفتار نمیشدی دختر. اگه بدونی چه کار خوبی کردی. حالا پسرم یه پدر خوب و اسم و رسم دار داره. منم فراموش کرده، زندگیشون راحته. دایی جون یه کاری بکن، من پسرمو ببینم. دلم براش یه ذره شده. خیلی خوب، یه کاری برات میکنم. حتما یه کاری برات انجام میدم، ناراحت نباش. ممنونم دایی جون. اینجا خانه علیه. خانه خراب از وقتی که منی بیرون کرده کارش گرفته. اونجا تا اینجا رو خریده. نگاه کن، یکی اون سر یکی این سر، 100 کیلومتره. الحمدلله خدا رو شکر لیاقتشو داشت. بله آدم لیاقتمندیست. حالا بیا باقیشو نگاه کن. ای در خانهشم واسه. بیا نه. بیا ده بیا دی خانه خراب. میگم بیا اینجا که کسی نیست، خجالت میکشی. بیا بات میزنه داره میبند و ما میتوانیم بریم تو. بیا نگاه کن ببین چه حوز قشنگی داره. دو چی میبینی؟ گزارش بده. خدای من، وای خدا جونم، این کامیه داره بازی میکنه پسرم. راست میگی؟ آره اگه ببینم بابا یه چی پیت کمک. راست میگی؟ خودش بده، من برم پولو بردارم بیارم بیرون. نه چرا؟ سب کن، ای کاش یه اسباب بازی چیزی براش میخریدی میابود. آروم راست گفت. خیلی خوب، یه کاری برات میکنم. حتما یه کاری برات انجام میدم، ناراحت نباش. ممنونم دایی. اینجا خانه علیه. خانه خراب از وقتی که منی بیرون کرده کارش گرفته. اونجا تا اینجا رو خریده. نگاه کن، یکی اون سر یکی این سر، 100 کیلومتره. الحمدلله خدا رو شکر لیاقتشو داشت. بله آدم لیاقتمندیست. حالا بیا باقیشو نگاه کن. ای در خانهشم واسه. بیا نه. بیا ده بیا دی خانه خراب. میگم بیا اینجا که کسی نیست، خجالت میکشی. بیا بات میزنه داره میبند و ما میتوانیم بریم تو. بیا نگاه کن ببین چه حوز قشنگی داره. دو چی میبینی؟ گزارش بده.
خدای من، وای خدا جونم، این کامیه داره بازی میکنه پسرم. راست میگی؟ آره اگه ببینم بابا یه چیزیت کمک. راست میگی؟ خودشو بده من برم تونو بردارم بیارم بیرون. نه سب کن، ای کاش یه اسباب بازی چیزی براش میخریدی میابود. راست گفتی باریکلا، ای اسباب بازی همینجا دارن، تو همینجا وایسا من برم بخرم وردارم بیارم. همینجا وایسا الان بیارم. ای یه وقت نری تو گندش در بیاری وایسا الان آمده. خیلی خوب. وای فاوده چقدر چفتک میزه. وای خدایا شکرت، بالاخره پسرم رو دیدم، شکرت. چه دوچرخه چیه؟ مسخره کردم با این دوچرخه خریدنیشون. وای خدا سوارش بشم. ماه بابا یکی بیاد کمک، آخه کمکم کنی. نمیتونم سوارش بشم خدا جون. خب بالاخره سوار شدم. قربونه قربونه بمیرم الهی پسرم. چی شده عزیزم؟ خودن زمین با خون اومد. قربونت برم الهی، آخه اگه بلد نیستی چرا سوار میشی؟ بیا ببرم دوا خونه تا پاتو ببرم. تو خونه همه چی داری؟ میخوای بیام تو خونه برات پاتو ببندم عزیزم؟ آره بلند شو، بلند شو عزیز دلم. قربونت برم الهی، خدا منو مرگ بده. یواش یواش، چیزی نشده عزیز دلم، چیزی نشده. ببینم دوا کجاست. اونجا تو حمومه، پنبه و دوا قرمز همه اونجا هست. کسی خونتون نیست عزیزم؟ چرا، بابام اون بالاست. گفتم که نامه رو به وزارتیت گمرکی اون لوازم یدکی رو بکنین، همین امروز بفرستید بره. بله همین امروز. خیلی خوب. آها حالا دیگه خوب خوب میشه عزیزم. مرسی خان. کامی کامی، گفتم با چی داری حرف میزنی؟ خانم چی شد؟ خانم چرا قش کردی؟ بلند شی خانم. کامی چه خبر اینجا؟ کامی کامی چه خبر شده؟ هیچی، این خانمه حالش به هم. کدوم خانمه؟ همین خانمه که پاهمو بان پیچی کرد. بان پیچی کرد؟ مگه چی شده بود؟ از دوچرخه خوردم زمین. چرا حالش به هم خورد؟ نمیتونم بابا جون. زن اینجا چی کار میکنه؟ مگه در خونه باز بود؟ نمیفهمم، سر در نمیارم. مگه سریدار نبود؟ نه ترسین خانم، بابام کاری تو نداره. آخه بابام چشاش نمیبینه. بدون اجازه من زن را دادی تو خونه؟ برای چی اون را دادی تو خونه؟ چقدر شبیه صدای اونه؟ مگه نگفته بودم هیچ زنی نباید پاش به این خونه برسه؟ برای چی را چه اجازه اون را دادی بیاد تو خونه؟ برای چی راش دادی بیاد تو خونه؟ معذرت میخوام علی آجان، بابا چه دعوان نکن قربان، تقصیر بنده شد، معذرت میخوام. آخه میدنی یه قده اشتباه و یعنی سو تفاهمی رخ داده که این خانه تو ایشان مستاجر جدید بنده است. آمده بودیم تو کامی رو ببینیم، یو بالاخره آمد تو ده. بفرمایید بفرمایید، بگیر قربان. من خودم زمین، من آورد دوا قرمز به پام بزنه جای جون. چرا زمین خودی؟ خیلی معذرت میخوام، فکر کردم یه غریبه. منم معذرت میخوام، اینجا گندش در آوردم. یعنی بباشید خانم بی اجازه اما تو. خانم منم ازتون معذرت میخوام. شمسی خانم جان بلند شو بریم. شمسی خانم پاشید، خانم جان شمسی خانم بلند شو، دیر وقتی
بریم ده بابا جان. آخه من آدم هم دارم با تو حرف میزنم بابا چی، بلند شد را بیام ده قربان. یلا ماشاءالله بریم ده قربان تو برم. خب دایی کاری داشتی به من؟ نه عزیزم، ما دیگه چه کاری میتوانیم با شما داشته باشیم؟ چه کاری میتوانیم داشته باشیم؟ شما ماشاءالله ایزار ماشاءالله الحمدلله، اون بالا مالا هستی، ما فقیر بیچاره این پایین مایی نگرفتاریم قربان شما برم. امروز هم مقصد آمده بودم کمی جان ببینم این آدم آهنی رم هدیه خریدم برای ایشان که الحمدلله دیدم و حالا تقدیمش میکنم. بیا کمی جان با این ده زمین نمیخوری. بگی جانم متشکرم دایی. قربان تو برم جانم، چه آدم آهنی قشنگی. برای اینکه تو به فکر ما باشی دایی جان، من همیشه به فکر تو. قربان تو برم. خانم. نه پسرم، چرا ناراحت بشم؟ آخه اون با شما بد رفتار کرد. عیبی نداره جونم، عیبی نداره. دایی جانه، دایی ببخش ناراحتت کردم دایی. عیبی نداره، دلم واقعا واسه تنگ شده بود. عیبی نداره، فراموشش کن. خب ببینم حالا این خانم مستاجره کی هست که با خودت آوردیش اینجا؟ ببینم ری، با صدای زن شنیدی میخوای ایراد میرد بگی؟ زن خوبیه، یه دن اتاق از من اجاره کرده، سابقا هم با خانم مرحوم من آشنا بود، با اون مرحوم بدبخت دوست بوده. راستی ببینم تو چرا یه نفر نمیاری از خامه نگهداری بکنه؟ تو که با این همه گرفتاری به اون بچه نمیتوانی برسی، تو در حق اون ظلم میکنی. اون به مادر احتیاج داره، تبلیغ معصوم به خدا. مادرش برای من مرده، نمیخوام اسم اونو بیاری. خیلی خوب، عصبانی نشو، ما بوز گفتیم قربان. هر طوری که میل خودت، هر وقت پشیمان شدی با من خبر بده، من ترتیبش بدم. خدا حافظ. بازم به ما سر بزن دایی. چشم، فردا پس فردا میام کامی جانی میبرم یه قدر گردش مردشی بکنه. این گدی ایرادی نداره؟ داره. اگه خودش دلش بخواد اشکالی نداره. خیلی هم ممنون میشه. پدر سوخته چه برای من لفظ غلمی دارد حرف میزند. خدا حافظ. سلامت بری. من نمیتونم به این سادگی ها قبول کنم که یه آتش سوزی کوچیک باعث بشه علی کور بشه. تو چرا به من نگفتی؟ آخه بی این سادگی هم گی نبود، همه جای کارخانه رو دود گرفته بود. علی رفته بود برق قد بکنه خانه خراب، دستش گرفت به سیم، برقمونه گرفت وسط طبقه بالا پرت کرد پایین، جا به جا چشم مرد کرد کور کرد. خدایا چقدر باید سختی بکشم، چقدر خدا، چقدر. باز شروع کرد. باز که شروع کردی دختر جان، مگه قرار نذاشتی؟ مگه قرار نبود تو یه قدر تحمل بکنی؟ آخه تصدق، تو یه قدر تحمل بکن. من همه کارا رو درست میکنم. اگر من پدر سوخته همه کارا رو درست نکردم، بعد تو هرچی میخوای بگی بگو. تو سب کن، همه چیز درست میشه قربان. چطور همه چی درست میشه؟ کاش من کور میشدم، کاش من میمردم. نگران نباش دختر جان، صبر بکن. نگران نباش، دکترها گفتن علی زود چشمش خوب میشد. والا این آنفولانزا نیست، شب تو شلغم بخوری بخوابی عرق کنی صبح خوب بشد قربان تو. گریه نکن، گریه نکن قربان تو برم. تو گریه میکنی منو بغض میگیری. گریه میکنم نمیتوانم گریه ای تو رو ببینم. تو گریه نکن، من به تو قول میدم همه چی درست میشه. تو یه قدر فقط تحمل بکن، من قرار درست میکنم دیگه قربان، تحمل بکن. یکی دو روز دیگه میرم کامی رو برمیدارم، به بهانه گردش میارم توی پارک، یه جای باقی چیزی، اون وقت تو هم بیا اونجا، هم دیگه رو میبینین. من به تو قول میدم کامی از تو خوشش بیاد قربان تو برم. متشکرم دایی جو، خیلی ازت
چه جور شده خانه خراب؟ شبیه یزیده. ببینم یک کلک عجور نبولا. آره هفته بومشه میزنی. همه شدمو میخنجونی. بله خبر نداری قصه خوب خوبیه میگوید باشی؟ تو یزید راست میگی؟ بله کامی جون من قصه های خوب خوب برادم بگم. برای منم میگی؟ آره عزیزم از خدا میخوام اگه دلت بخواد معلومه که برات میگم. آبا جا دیگه داره دیر میشه. بریم ممکنه بابای این دوام هم باشه. بله بریم تو جنم بریم. سلام بابا چون. سلام سلام قربونت برم. حالت خوبه بابا چون؟ تو عزیز شمس خانم آوردم، خیلی خوش گذشت. جات خالی بود، انقدر خوب بود که نگو. حالت خوبه دایی؟ ای الحمدلله. کامی که اذیتت نکرد ها؟ نه اتفاقا پسر خیلی خوبیه، خیلی پسر خوبیه. با اجازه جناب علی، با رضایت کامی خان، شمسی خانم بنده اینجا وایسادا بردم تو این منزل که در کارها یه قدم کمی کمک بکنه. کمی جان میل داره که شما رضایت بدید البته. بله خیلی خوب میتونه بمونه. اخ متشکرم بابا جان، تو چرا خوبی، قربونت برم بابا. خب دیگه پاشو برو بالا اتاق شمسی خانم نشونش بده. بلنشو پسرم. چشم بابا چشم. بیا بریم شمسی خانم. بیا علی. بیا دیگه ناز نکن بیا. یه برو دیگه کلکه بکنی اینقدر لفتش نده. خدایا عجب آدمی با خدا. آخش خدای بزرگ. دایی جان خیلی زن خوبیه. اگر با بدبختی های اون برسی جای دوری نمیرد. خدا در عوض به تو عوض میدد. اسمشم شمس الملوکه. شمس الملوک. بله شمس الملوک. باهی دو چشم. ولی صدای اون من یاد زری می نزده. ای چی؟ زری؟ زری چی؟ پس مگه خول شدی، خیالاتی شدی؟ اون زنکه الان توی زندانه. میتونی شمسی خانوم، من اصلا مامان ندارم. بابا میگه مامان نداری؟ مامان چی شده پسرم؟ بابا میگه وقتی بچه بودم مامانم مثل فرشته ها پرواز کرد و رفت تو آسمونا. آخه میگن فرشته ها همیشه تو آسمونا در حال پروازن. راستی شما قصه فرشته ها رو بلدین شمس خانوم؟ آره پسرم من همه قصه ها رو بلدم. پس هر شب برام قصه بگین. چشم حتما. کامی کامی کجایی؟ پاشو برو پیش بابات کامی جون. پاشو. چشم. شما نمیای؟ تو برو منم بعدم میام. بای جزالی جان خدا حافظ. سلامت داریم میرین دایی؟ بله شمسی خانم جان شما دیگه نمیخواد بیای البته. فردا موقعی که من دارم میام اساس مسستم میارم همینجا قربان تو برم. خب علی جان حواس جمع شمسی خانم باشه. دست تو سپرده با اجازه. خدا حافظ. رسی کمی گوجه رفته حتما رفته با حدانی بازی بکند. خدا حافظی بکنی دسوده. خدا حافظ فردا میبینم شما. به سلامت دهی. به سلامت. من با منزل آقای مهندس قاسمی کار دارم. به شما چی میده؟ زن؟ خب زنه دیگه. ما یه چه بی داره؟ چی شده ها؟ خنگ خدا میگم علی هیچ وقت تو خونه زن را نمیدن. باید هر تو شده بفهمی این زنه کیه. پس کجاست این شمس خانم؟ پدش نیست که. بابا جون اجازه میدی من مدعی عزیز شمس خانم برم گردش؟ نه پسرم شمسی خانم اذیت نکنه. شاید نخواد بره گردش. باشه یه روز دیگه. خیلی. یه روز دیگه که منم باشم. خب پسرم سلام قربان. تعظیم. سلام باقر. سلام. خب خدا حافظ پسرم. کامی جون پس بابا اگه خودش خواست بریم بازم نرم. چرا اگه خودش خواست میتونه ولی اصرار نکن چون نارم نشده. چشم بابا اصرار نمی کنم ولی میریم. آفرین پسرم. خدا خدافیز. بابا چون زودتر بیاین خونه. چشم پسرم چشم. را بیفت بریم.
خدایی عزیز، باقیله بدجنس بود. خوب شد که منو ندید، مگه اون هنوز تو کارخونه کار میکنه؟ آره، نامرد و حقباز خودش به علی چسبنده. این نکنه که یه وقت که میاد اینجا منو ببینه و بشناسه و به علی بگه. نه جانم، من ناراحت نشو، غلط میگم تو گوشش. جانم آمدیم، بریم پیش کمی. ببین من خیلی دلم شور میزنه، میترسم این باقر بدجنسی بکنه. نه جانم، من مواظبم، سگشی باشه میزنم تو گوشش. خیلی خب، وقتی اومدم بهشون میگم. این روزا کمتر میان کارخونه. خداحافظ. سلام باقر، مهندس اومد؟ آره جیجر، آوردمش تو کارخونه. خب لبارت کن ببینم. فهمیدی اون زنه کی بود؟ هرچی نگاه کردم پیداش نکردم. مهندس بهش میگفت شمسی خانم. چطور نتونستی بیارزه؟ اصلی که خواست برگرده حتما خبرشو برات میارم. ناراحت نباش قربونت برم الهی، جایی تو رو نمیگیره. حتما از این پیرو پاتالاس که اومده کلفتی. خانم یادداشت کنید به آقای رئیس اطلاع بدید که هفته دیگه باید جلسه هیئت مدیره تشکیل بشه. در ضمن باید بیلان رو تصویب بکنن و سود ویژه کارگرارم بینشون تقسیم بکنن. اما خانم، کاغذایی رو که گفتم اگه نوشید ببرید پیش آقای مدیر عامل امضا. خب آقای مهندس، با بنده امری ندارین قربان. نه، میتونی بریم. با اجازه. اینم کاغذ معافیت گمرکی. چرا پیش من آوردین؟ اینو باید ببریم پیش آقای مدیر عامل که زیرش امضا بکنن. کارهای داخلی چی داریم؟ هیچ. کارهای داخلی چیزی نداریم علی جون. راستشو بخوای حوصله نداشتم گزارش رو ماشین کنم. چرا؟ برای خاطر تو علی جون. همش قصه میخورم که چشمات اینطوری شده. میدونی من به عشق تو این کارخونه موندم. من چند دفعه بهتون گفتم خانم، زن و عشق و اینجور چیزا دیگه هیچ راهی توی زندگی من ندارم. میفهمی یا نه؟ با پس تامی کوچولو چی میشه که باید تو خونه تنها بمونه؟ اعلان دایی عزیز یه پرستار واسه شورده. لابد خوشگله. من که ندیدمش، نمیدونم. گفتن روز مادر بچه ها برای مادرشون گل میبرن و بهشون هدیه میدن. منم دیشب خواب مادرمو دیدم، اینقدر قشنگ بود، اینقدر قشنگ بود که نگو. آخه تو گی مادرتو ندیدی کنی؟ چرا، تو خواب دیدم. یه زن خوب و مهربونیه، مثل فرشته هاست. خب کامی جون خیال کن من مادرت. نخیر، ایشکی مادر من نمیشه. خب راستی میدونی که چند روز دیگه تولدته؟ چه از کجا میدونی؟ پشت قرآن نوشته بود، من خوندم. تو دلت میخواد که من یه جشن تولد گنده گنده وسط بگیرم؟ ها؟ دلت میخواد؟ چه خوب، من تو حالا جشن تولد گنده نگرفتم. خب حالا میگیریم. شمسی خانم گی آمده اینجا، منم گی هستم اینجا. از بابای تو اجازه میگیریم اینجا یک جشن تولد بزرگ برای تو میگیریم اینجا. آره شمسی خانم. آره عزیز دلم. آره پسرم. کامی سلام بابا، حالت چطوره؟ سلام پسر. سلام بابا جون، شمسی خانم و دایی عزیز میخوام برام جشن رو تو گنده بگیرن. سلام علی جان. سلام دایی، بیا ببینم چه خبره. والا شمسی خانم اینه، قابل بارز که چیزی نداریم. بیا تو، کارت دارم. کمی بیا 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 کارت. شمسی خانم. خب پس شمسی خانم شمایی صحیح. ببینم چه کلکی سوار کردی؟ کی از زندو مرخص شدی شمسی خانم؟ باقر آقا بیا گذشته ها رو فراموش کنی. من هر مجازاتی که بود تحمل کردم، اومدم اینجا که پیش پسرم باشم. اگه علی بفهمه من کیم، نمیذاره تو این خونه بمونم. آها که اینطور، فهمیدم. با یه اسم عوضی خودتو چپوندی تو این خونه که دوباره خودتو بچسبونی به علی. خوب نقشه کشیدی بابا، ایوالا. خدا شاهده که نه، فقط من میخوام پیش پسرم باشم. خواهش میکنم آبروی منو نبر. من حرفی ندارم شمسی خانم، اما نمیشم توی ساکت مون که یه دوست چوقی خرج داره. هرچی بخوای بهت میدم، حتی حاضرم جونم هم بدم. من جون نمیخوام، سر کیسه رو شور کن. بدونی که این روزا یه خورده خرجمون زیاده. خیلی خب، من تهیه میکنم. او تهیه بی تهیه، تا فردا مولد داری. من صبح میام اینجا با سب و ثابت برسه. شمسی خانم بیا بابام اجازه دار.
برو شمسی خانم برو، اما مایه یادت نره. داریم شما که میدونی ما چقدر متاسفیم، ما فقط به یه نفر تو این کارخونه ارادت داریم، اونم شمایی. آره میدونم. انشالله هرچه زودتر دستورش میدین دیگه. نه بالاخره تو این مدت شناختمش. میدونم. متشکرم قربان. یواش قربان، مواظب باشید. خاکی شدی. خیلی خوب دستورش میدم. قربان شما. برو در باز کن. بفرمایید. خواهش میکنم. تمام پولمه دیگه هیچی ندارم. قربونت بازم نفت. چرا نمیای؟ اومدم چشم. ببینم با باقی چی کار. هیچی کامی جون، هیچی. دروغگو، خودم دیدم که باقر تو رو ماچ میکرد. این حرفا چی؟ قربونت برم، صورتش خورد به صورتم فقط. فلم کندست که به من نزن. خیلی خوب کامی جون، بیا بریم، دایی عزیز تو خونه منتظره. راستی میخوای بقیه اون قصه دیشبی رو برات تعریف کنم یا دلت میخواد قصه اون خاله سوسکه و آقا موشه رو واسط بگم؟ کدوم یکی رو میخواد؟ اول بازی بعد خاله سوسکه. چشم، قربونت برم الهی. چشم عزیز دل من. چشم قربونت. خوشگله. بریم بیرون بازی کنیم. بریم. چرا لال شدی؟ دخترم و جون من پسرم بودم. ببینم نمیتونی جواب بدی. جدی؟ گوش کن، امشب میخوام بیام پیشه. یه کار خیلی واجبیه. خودت که میدونی. خب شنیدی چی گفتم؟ اگه میخوای باز شمسی خانم بمونی، باز هر چی میگم گوش کنی. زابط زهره ترک شده. تو چی کوشه؟ حالا خبر نداره. پدرشو در کی هستی؟ کی هستی؟ کی هستی؟
حرف نمیزنی. کمک کنید، نجاتم بدید، کمک کنید، کمک کنید، کمک. علی آقا طوری که نشدی؟ نه خدا مرگم بده. شبو ندیدیش؟ نه فرار کرد. بابا بابا چون چی شده؟ دوست اومده بود بابا چون. ایوا کامی عزیزم تو چرا اومدی اینجا؟ تو چرا از خواب این موقع شب بیدار شدی؟ آخه بابام جاید زد من بیدار شدم برم بگیرم. نه سب کن کامی جون، تو تنهایی کجا میخوای بری؟ برم دوست بگیرم. هرکی بوده آشنا بوده. شما از کجا میدونین آشنا بوده؟ برای اینکه سگ بهش حمله نکرده، حتما اونو میشناخته. اگه خدایی نکرده به شما صدمه این میزد چی میشد؟ به بابام هیچ کی نمیتونه صدمه بزنه. چرا پسرم، خیلی ها به بابات صدمه زدن. حالا دیگه من نمیذارم کسی به تو صدمه بزنه بابا، من خودم موازه بتم. اگه بابا چشماشو معالجه کنه عزیزم دیگه از این ناراحتی ها پیش نمیاد. خب دیگه هر کی بوده فرار کرده، بریم بخونیم. ببین یه وقت چیز میزی نبرده باشه. نه خیر وقت نکرد. صبح بخیر. صبح بخیر. بفرمایید. شمسی خانم خیلی دلم میخواست میدیدمت. نمیدونی از دیشب تا حالا نظرم به همه زنها عوض شده. شاید اگه تو دیشب به من کمک نمیکردی من الان زنده نبودم. شمسی خانم منم به شما و کامران خیلی علاقه پیدا کردم. راستش من الان مدتیه که حس میکنم بهت علاقه من شدم و برای اینکه بتونم تو رو ببینم تصمیم گرفتم زودتر چشمام عمل کنم. خدا جونم چقدر خوب، تو رو خدا راست میگی؟ آره گرچه دکترا میگن نتیجه عمل معلوم نیست ولی من این کارو من خیلی خوشحالم. چشمم روشن. کامی جون، کامی توی بذار برات بگم. سیره به هم بگی بابا، دیدم شمسی خانمو بغل کرده بودی. زن و شوهر رو همدیگه رو بغل میکنن. شمسی خانم که زن تو نیست، مامان من زن تو بود. من با هر دو جون قهرم. کامی به حرفم گوش بدی. کامی در رو وا کن تو رو خدا. وا نمی کنم، دیگه نمیخوام صدا تو بشتم. نمیخوام تو رو جای مادرم تو این خونه ببینم. تو میخوای جای مادر منو بگیری. کامی جون در رو وا کن. آخه من چجوری بهت بگم که مادرتم، چجوری بگم که چه بدبختی هایی کشیدم. کامی جون تو رو خدا در رو وا کن، در رو وا کن. بابا نصف وسط روزم نمید ماری خودشو بخوره بابا. خانه خراب شدم. آمدم بابا جان، آمدم اینقدر تو روی پدر مادر تو در نزم. چه خبره جانم؟ مگه سر آوردی خانه خراب؟ خب درم میرم ده. خانه خراب ولی میکنه. باکن زهی باکن. آمدم ده بابا جان، آمدم اینقدر منه کلافه نکن. بده بی صاحب کلید منه در بیارم، در بی صاحب باز بکنم ده. یعنی زود باش. چه مزاحمتی بی موقعی چرا نمیاد؟ تو کامی جان آخه چرا پشت در وایسادی؟ همه شخصی تو ایدای عزیز. جریان چی عزیز من، چی شده؟ بگو ببینم چی شده، حرف بزن. با کی آمدی؟ چرا آمدی؟ اصلا پدر تو میدونه تنها آمدی اینجا؟ تو ای عزیز همه شخصی توی تو شمسی رو آوردی خونه ما. چی شمسی رو آوردم خانه شما؟ جریان چیه؟
چی شد آقا پسر من؟ عزیز دل من، نور چشم من، بگو ببینم اول چه اتفاقی افتاده؟ بس سر دایی داد بزنده، قربان تو برم، تصدق من اونو رو با هم دیدم. کیا رو با هم دیدن؟ شمسی و بابامو. او بابامو بغل کرده بود، میخواد جای مادرمو بگیره. تو اشتباه میکنی کامی جان، شمسی خیلی زن خوبیه و خوده، تو رو هم خیلی دوست داره کامی جان، قربانت. چرا؟ بابا ما بغل کرده بود، تو بعد این از خونه ما بری بیرون، یا زود باش بلنش بریم جایی، تو رو قربان بلنش بریم دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب، چشم اجازه بده، چشم تو بعد اونو تو بری بیرون، یا نه؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب، میام قربانت تو برم بیرون. چشم، مخلص تماس، چشم، باید اونو بیرون قربان تو برم، بریم چشم، بریم منزل شما، من اونو بیرون میکنم، ببینم چی میگه. اصلا مهم اینه که تو بخوای با من زندگی کنی. علی چی میگی؟ موافقی؟ هرچی تو بگی. چیه؟ هیچ، یعنی به چیزی ده. سلام، منم دایی عزیزم. توی؟ بله فهمیدم. کامی جان برده بودم یه قدر بیرون، ببینم تو حالت خوبه؟ کامی رو کی بردی بیرون؟ والا اون میگه که شمسی نباید جای مادرش بگیره. بله بابا، این شمسی خواهد نباید جای مادر من باشه. دلم نمیخواد تو شمسی رو با مادرت مقایسه کنی. شمسی فرشته است. آخه بابا جان، تو که همش به کامی گفته بودی که مادرش یه فرشته بود، قربان. اشتباه کردم، حالا خوب شد؟ باید حقیقت رو به کامی بگم، بگم که مادرش چه جور زنی بود. خواهش میکنم. والا نمیدنم، من که عقل من با جایی نمیرسید. کردن شما چطور خبر نداری؟ یه طرف سفره تو از بالا بپرسم. بالا پایین نداره کلک پا خبیر. دکتر مهجو به بخش جراحی. دکتر مهجو به بخش جراحی. پرستار خوب گوش کن، این دواها رو میگیری و ساعت به ساعت به مریض میدی. برید از این. آقای دکتر، ساعت به ساعت دواهاشو بگیری. آقای دکتر، سلام. سلام جناب. سلام. آقای دکتر، شما بابای منو عملش کردین؟ آخه ایشان پسرای مهندس قاسمی هستن، همون مریضی که قرار شما عملش بکنید. بله بله، ماشاءالله ماشاءالله. آقای دکتر، تو رو خدا بگین چشمای اون خوب میشه؟ ما چه امیدواریم، عمل از نظر من خیلی خوب. خدا رو شکر، الحمدلله که چشمش معالجه. آقای دکتر، میشه بابامو ببینم؟ نه جانم، امروز که نمیشه، شاید فردا پس فردا بشه. شما خاطر جمع باشید، با اجازه. قربان شما ای دکتر، خدا حفظت بده. کامی جون، وایسا. همون غذایی که دوست داری برات حاضر کردم، مگه غذا نمیخوری پسرم؟ نه خیر، نمیخوام. تو مدرسه ساندویچ خوردم. تو چرا با من بد اخلاقی میکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ برای اینکه تو میخوای جای مادرمو بگیری. من تو رو دوست ندارم، از تو بدم میاد. چرا از این خونه نمیری بیرون؟ از جون ما چی میخوای؟ چشمای بابامو که عمل کردن، دیگه واسه چی اینجا موندی؟ بابا تو رو شناخته که بد اخلاقی میکنه. مثل اینکه سلام یادت رفت. چرا تا منو دیدی زبونت بند اومد؟ سلام مامان خانوم، میتونیم بابام رفته مریض خونه چشمشو خوب کنه؟ آره کامی جون، میدونم. اومدم اینجا تا با هم بریم مریض خونه. خوشحال میشه منو تو با هم بریم دیدنش. ها حتما دلش خیلی واسه ما تنگ شده. من الان مریض خونه بودم، دکترها اجازه نمیدن کسی از علی عیادت کنه. پاشو بشور بیا. من دست ازم بلم کن. کیفم کو؟ خب زری خانم، شنیدم از زندون که آزاد شدی یه راست اومدی پیش علی. نمیدونم چطور اون گذاشته تو اینجا باشی. هما خانم، علی نمیدونه من کی هستم. میدونم تو اسمتو عوض کردی، شمسی خانم. ببینم دیگه چه نقشه‌ای واسه علی بیچاره کشیدی. هما خانم، به خدا من نقشه نکشیدم، من فقط اومدم پیش پسرم باشم. تو جمشید ازم گرفتی، اونو کشتی. شاید نمیدونی که من و علی میخواییم با هم عروسی کنیم. نه من به خدا از این جریان خبر نداشتم.
آره خبر نداشتی. من تو موش مرده بد جنسه میشناسم. همین الان میگم همه چیز بعدی میگم. نه هما خانم تو رو خدا این کارو نکنی. نه خیلی خوب. پس باید هر چه زودتر از این خونه بری بیرون و پشت سرش هم نگاه کنی. چشم هما خانم میرم. اما علی کامیو به امید من توی این خونه گذاشته. بذارین تا اون از مریض خونه میاد من اینجا باشم و از کامی نگه داری. آره میخوای تا برگرده براش گریزاری کنی که دلش به رحم بیاد. من میدونم علی چه آدم خوب و دل رحمیه. هما خانم قول میدم همین که علی بیاد من از این خونه برم. قول میدم به خدا قسم قول میدم هما خانم. خیلی خوب. عزیزم بیا بریم بیمارستان. دلم کن من با تو نمیام. چرا؟ مگه تو قول ندادی قبل از اینکه بابام بیاد خونه از اینجا بری؟ مگه به هم قول ندادی؟ چرا عزیزم؟ پس چرا نمیری؟ ما دیگه تو رو دوست نداریم. بابام چشماش خوب شده. تو دیگه زیادی هستی. بی خودی تو این خونه موندی. ما دیگه به تو احتیاج نداریم. یالا دیگه برو برو از خونه ما برو بیرون. یالا پاشو برو بیرون زود باش. مگه به تو نمیگم برو بیرون زود باش؟ خیلی خوب. نه خیلی خوب. من هنوزم روی قول خودم هستم کامی. از اینجا میرم. همین اندازه که مطمئن بشم چشم پدرت خوب شده از اینجا میرم. حالا بیا بریم عزیزم. بیا بریم بیمارستان. اینجا چه خبر منه بود؟ جریان چی؟ سلام. اصلا نترسه. حالا آروم چشمت رو بس کنید. بس کنید. نترسه نترسه. خوبه. حالا یکی؟ خیلی خوب. چراغ رو روشن کنید. این چند تاست؟ دو تاست. این سه تا. من دارم میبینم دو تا چهار تا. این چند تاست؟ دو تا چون من میبینم. میبینم سه تا پسرم رو بیشتر. سه تا پسرم رو بیشتر. بشه آروم باشید میگم. چشم دارم. بهتون قول میده. آروم باشید. بفرمایید. بفرمایید. علی جان منو میبینی؟ تو رو میبینم. همه چی رو میبینم. دکتر احمدی به بخش ایرانی خانم هاشمی به بخش ایرانی خانم هاشمی به بخش ایرانی. پس اون کجاست؟ کی کجا؟ چیز شمسی خانم؟ چی پا... دایی تو رو خود برو بگو بیاد تو اون خود ازش تشکر کن. من گوزه کجا؟ چیز شمسی رو میگه؟ هلا هلا میگم بیا قلوب دیم بزنم. بهت گفتم برو بگو بیاد تو. بویم بیاد تو چشم. الان میگم بیاد تو چشم چشم چشم. الان میگم بیاد تو. خب بسرم حالت خوبه؟ دست من گره بزنم توی سرش. گرفتاری شدم. شمسی دکتر شیرازی به بخش اورژانس. دکتر شیرازی به بخش اورژانس. والا متاسف چی بگیدیم اخوی جواب شد. خب پس کو؟ والا شمسی چی شد؟ والا ولی رفته بود دیگه. چی؟ رفته بود؟ بله. آخه برای چی؟ من بهش گفتم بره. من دلم نمیخواست اون جای مادرم رو بگیره. من بهش گفتم بره. Thank you.
خبر شده؟ شد رسیدید. پرستارتون تصادف کرد اما به خیر گذشت. چی به خیر گذشت؟ اگه پرستارتون نبود بچه‌تون مرده بود. بردنش بیمارستان سر خیابون. اون تصادف کرد خدایا به خیر بگذر. بفرمایید آقا نوبت شما. چه عجب که نوبت ما شد. بله بفرمایید. نه خیر آقای دکتر تو باش هستم نیم ساعت دیگه تلفن کنی. بابا خامی. بابا چی؟ خامی چی شده؟ گلتنیش تو اتاق عمل نظر شمسی خانم از بین بره به خاطر مرد سینماشی بابا خواهش میکنم خواهش میکنم والا من بیتقصیرم خودش پرید جلوی ماشین. خیلی خوب پسرم خیلی خوب گریه نکن ایشالله با امید خدا طوریش نشده. خانم خانم مریضی که الان تصادف کرد کجاست؟ چی شد؟ آقا جان چی شد؟ شمسی من چی شد؟ کجا تصادف کرد؟ فامی می‌خواد بره زیر ماشین اون نجاتش داده. وای خدایا خودت بهش کمک کن. این زن بدبخت همش بدشانسی پشت بدشانسی آقا چرا؟ الان کجاست خانم دکتر دکتر آی دکتر مریض تصادفی حالش چطوره؟ آی دکتر من بچم مال تو رو به خدا نجاتش بده. حالش خوب میشه؟ مادرت پسر جون؟ نه آقا ولی کاش مادرم بود. فقط 10% شانس داره شایدم کمتر. شدت ضربه خیلی شدید بوده. فرم دستور دادم ببرنش زیر چادر اکسیژن. اونها دارن میارنش. خب همینه. شمسی خانم شمسی بیگناه اینه داشت خودش فدای خوشبختی تو کرد خوشبختی تو دایی پس چرا تا بهم نگفتی؟ چیرا نگفتم تا میرفتم دهن باز کنم اون نمیذاشت اون جمشید نامرد با ضربه تو افتاد مرد ولی زریه بدبخت برای سعادت تو خودش فدا کرد الانم که دیدی کامیر نجات داد بله خدای من زری از یک گلم پاکتر بابا بابا جون بابا جون مگه نمیبینی دوست شمسی خانو بله نه جون نه حالا نمیشه بسرم مگه نشیدی که دکتر اجازه نداد گفت چند روز دیگه نه من بگی تو لباس علا سلام علیکم پاشو باقی پاشو چرا اینجا تمرگیدی اگه نگفتم گوره تو رو متلی بازم که باشدی آخه برای چی؟ ما چه کاری نشاردیم آقا مهندس؟ واسه چی میخواین ما را از اینجا بیرون کنین؟ مگه ما چی کار کردیم؟ کم علاف شدیم؟ کم اینجا خاک خوردیم؟ گفتم تو دیگه حق نداری تو این کارخونه کار بکنی. خدا اونایی که گفتین همش تهمته. ما گناهی نداریم. برو بیرون و الا همین الان میدم دست پلیس. تو واسه چی؟ واسه اینکه تو یه نامردی. همین. نتیجه این همه کار کردن تو این کارخونه اینه. نتیجه کار تو 5 سال خیانت و حق بازی و تو زندگی مردم دخالت کردن و حق حساب گرفتن و به ناموس مردم چشم داشتنه. تو به این نامردی ها میگی خدمت؟ این حق تو بود که به جای زری بیچاره میرفتی توی زندون. دست شما درد نکنه. برو بیرون. باشه. میریم. درسته. علی جان کار خوبی نکردی باقی رو اخراج کردی. خواهش میکنم تو کار من دخالت نکنی خانم. بیا من بخور حیف که تازه از مریض خونه اومدی و عصبانی هستی نکنی باز شمسی خانمه چیزی بهت بخور حضوری نکنه اون شمسی خانم میسون زن منه بفرمین شما میخراجین بفرمین بفرمین بیرون آه خیلی خوب چلوز میمزه باشه منو بگو با این همه صفا و پاکی بهت خدمت کردم حیف از اون همه صداقت خداحافظ آقای مهندس خوش اومدین خانم فشار خونش مرتبا بگیریم در صورتی که حالت تهوع داشت بهش تریلافون بزنیم طفلک حالش خیلی بده شانس زنده موندنش خیلی کمه شمسی جون شمسی جون تو باید خوب بشی تو باید خوب بشی خدایا خدا جون من شمسی رو از تو میخوام اونو خوبش کن
امیدی هست دکتر؟ ما تمام سعی خودمون رو تو این چند روزه کردیم، ولی متاسفانه وضعش خیلی خطرناکه. تو این مدت همش در حالت اغما بوده. هیچ کمکی نمیتونیم بهش بکنیم، یعنی هیچ راهی نداره. خیلی متاسفم. اگه تا یک ساعت یا حداکثر دو ساعت دیگه به هوش نیاد، دیگه امیدی نیست. متاسفم. ما تمام سعی خودمون رو کردیم. با اجازت. چرا امیدی نیست؟ چرا؟ خودت نجاتش بده، خودت نجاتش بده. بابا جان، من شخص خانم از تو میخوام. من به اون خیلی بد کردم، اون منو خیلی دوست داره. بابا پسرم، اون شمسی خانم نیست، اون مادر توه. مادرمه. اشتباه. بابا جون، بابا جون، تو رو خدا نذار بمیره. خوبش کن، خوبش کن بابا، خوبش کن. پسرم، مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ از دست ما هیچ کاری ساخته نیست، فقط خدا میتونه اونو نجات بده. فقط خدا. مادرمو خوب کن، حالا که پیداش کردم اونو از من نگیر، من اونو خیلی اذیت کردم، نذاشتم منو ببوسه، نذاشتم منو بغل کنه. من سالها منتظر مادرم بودم، دلم میخواست اونو ببینم. خدایا خوبش کن. به پاش میفتم و ازش معذرت میخوام. خدایا منو جای اون بکش، من دیگه طاقت ندارم یه دفعه دیگه مادرمو از دست بدم. خدایا من مادرمو از تو میخوام. حالا که بعد از این همه مدت مادرمو به هم دادی، دیگه اون از من نگیر. خدا جون، خدا، خدا جونم. مامان جون، زری جونم، خدای بزرگ.